سلام به مهندسین عزیز، چند تا نکته درباره اجرای باز شوها تو سقف وافل خواستم خدمتتون بگم. حالا با این وضعیتایی هم که برای متروپول اینجا پیش اومده، یه خورده مهندسین با احتیاط بیشتری وافل رو اجرا میکنن. اینجا ما یه باز شو داریم که بعد از سقف وافل دال بتونیه و بعدش این باز شو باید اجرا بشه طبق آیین‌نامه مبحث 9. اگه بخوام خدمتتون نشون بدم، باید اطراف بازشو حتما یا خود میلگرد 16 گذاشته بشه یا یه سفره از میلگرد 16 اجرا بشه. خب همطور که میبینین صفحه 234 مبحث 9، حداقل دو تا آرماتور 16 یا معادل اون در دیوارها با سفره آرماتور در دو جهت و یک آرماتور با قطر 16 در دیوارها با یک سفره آرماتور در دو جهت باید در اطراف بازشوها، پنجره‌ها، درها و چیزهای مشابه طراحی بشه. ما هم اینجا نقشمون دقیقا، حالا چیزی که طراحی کرده البته هنوز جاگذاری نشده، 16 باید آرماتور 16 کارگذاری بشه تا جلوگیری کنه از برش و لنگری که بین تیر انتهایی و دال بتونی به وجود میاد در اثر اجرای بازشو. توی وافل یکی از حساس ترین جاها بازشوها هستن و اتصال سقف به ستون در کل، حالا چه با دال بتونی این کار انجام بدیم چه اگه اسکلت فلزی باشه نشیمن تردیب بشه و سقف وافل اتصال داده بشه به ستون. خب اگه به عمران یا معماری علاقه داریم صفحه ما رو دنبال کنیم.